در این درس خواست داریم با ورک پلین ها یا صفحات کاری بیشتر آشنا بشیم. یک ورک پلین در حقیقت یک سطح دو بعدی مجازیه که توی یک سری حالت ها ما میتونیم ازش استفاده کنیم. مثلا به عنوان نقطه اصلی یا مبدا برای یک دید یا برای ترسیم عناصر اسکچینگ یا برای یه سری ابزارها توی دیت های خاص که اون ابزارها برای ما قابل استفاده باشن مثلا مثل ابزار روتیت یا میرور توی دید سبودی توی هر دیدی که ما وارد میشیم اون دید ما همراه با یه صفحه کاری هستش الان اگر توی دید سبودی شو رو ما بزنیم میبینیم که این صفحه کاری برای ما به صورت افقی قرار گرفته مثلا توی دید الیویشن ما یه صفحه کاری عمودی داریم توی بعضی دیتا مثل 3D یا پلان و یا دیت های درافتینگ برای دیت های محیط فامیلی این صفحه های کاری به صورت خودکار تنظیم شدن اما توی دیت های دیگه مثل الیویشن یا سکشن ما باید این صفحات کاری رو به صورت دستی تنظیم کنیم این صفحه های کاری توی خیلی از عملیات های ترسیمی اسکچی مورد استفاده قرار می گیرن مثل ساختن صفحه های روف بای اکستروژن که توی فصل صفحه مفصل راجع بهشون صحبت کردیم و باهاشون آشنا شدیم ما توی قسمت ورک پلین میتونیم یه سری تنظیمات رو برای صفحات کاری انجام بدیم برای باز کردن پنجره تنظیمات ورک پلین روی ست کلیک میکنیم تا یک پنجره به نام ورک پلین برامون باز بشه یه سری امکانات ما توی این صفحه داریم توی قسمت نیم که توی این فیلد ما میتونیم لیست صفحه های کاری که توی پروژه موجود هستن رو ببینیم و هر کدوم رو که میخوایم انتخاب کنیم که همونطوری که میبینید شامل گریت ها هستند لول ها هستند رفرنس پلین ها هستند که هر کدوم بخوایم ما میتونیم اینجا انتخابشون کنیم گزینه پیک ا پلین که اگر ما این گزینه رو انتخاب کنیم میتونیم همزمان بر اساس یک سطحی که ما داریم صفحه کاریمون رو بر اساس اون سطح تغییر بدیم الان اگر پیک پلین رو انتخاب و اوکی کنیم موقتا صفحه ورک پلین برای ما بسته میشه حالا اگر ما روی هر کدوم از این صفحاتی که میخوایم روش تغییر انجام بدیم کلیک کنیم میبینیم که ورک پلین ما روی اون صفحه قرار گرفت و صفحه کاری ما به این صورت ایجاد میشه حالا میتونیم روی این صفحه تغییرات لازم رو انجام بدیم چون از این به بعد صفحه کاری ما اینجا هستش اگر من برگردم فعلا به عقب گزینه بعدی که توی صفحه ورک داریم داریم پیک line and use the work plane it was این in هستش که با انتخاب این گزینه رویت همسط با خطوط انتخاب شده ورک پلین ایجاد میکنه که مثل گزینه قبل ما میتونیم روی یک خط که نیاز داریم به عنوان صفحه کاری عمل کنه کلیک کنیم و اون خط رو به عنوان ورک پلین انتخاب کنیم الان مثلا حالا ما فعلا اگه گرید رو انتخاب و اوکی کنیم میبینیم که صفحه کاری ما توی این قسمت نیم تغییر کرد به این صورت و مجددا هر کدوم از این صفحات کاری رو که نیاز داریم انتخاب کنیم به این صورت میتونیم تغییرش بدیم پس با ورک پلین ها توی این درس بیشتر آشنا شدیم باز هم راجع به ورک پلین ها توی درس های آینده بیشتر صحبت میکنیم با ما همراه باشید